بسم الله الرحمن الرحیم سلام به همه شما آلایه عزیز تمرین های رو با هم شروع می کنیم از مثال سی بعد از اینکه درس ها رو با هم دیگه کامل بررسی کردیم حالا بریم با هم دیگه کلی تمرین حل کنیم مثال C میگه نقطه منهای رادیکال سه دوم و ایگرگ روی دایره مسلساتی قرار داره اوکی. نسبت های مسلساتی منتهی به پی رو بیابید که پی در ناحیه دو خیلی خوب آقا ما اول دایره مثلث رو بکشیم ببینیم چی میگه بریم میذارم ببخشید دایره مثلثاتی اون رو بکشیم این دایره مثلثاتی به عنوان مثال اینم آقا منهای رادیکال سه دوم رو دایره مسلسه خب این ایکس نقطه است دیگه این ایکس نقطه است خب رو دایره مسلساتی منفیه و میگه ربع دو چرا میگه ربع دو منهای رادیکال سه دوم برای طول اینجاست دیگه بچه ها حالا تق... اینجا نیست دربت اینجاست تقریب خب اینجاست ما هم میتونیم زاویه از این داشته باشیم تو ربع دو هم میتونیم زاویه داشته باشیم تو ربع چهار همیشه با این ارزم به حضور شما که نقطه چی مشکل داشتم با این تخته بنابراین به این صورت عمل میکنم هم میتونه در ناحیه دو باشه هم میتونه در ناحیه چهار باشه ناحیه سه باشه بچه بنابراین وقتی میگه ناحیه دو یعنی میگه این نقطه هر رو میخوام نه این نقطه اینو میخوام خب داره نامحسوس به من چی میگه میگه ببین حواست باشه هر کاری میکنه اون ایگرگر واسه من مثبت دراریه ما چی میدونیم سبک سال تیپ سال روتین میدونیم واقعا اگه اینو به این وصل کنیم این یک میدونیم اینجا ایکس نقطه‌مون بوده که منهای رادیکال سه دوم بوده و اینجا هم ایگرگ ما هی. یعنی این در واقع ایگرگ ما هی. ایگرگ نقطه مد نظر ماست گفتیم مستطیل تشکیل میشه این مفاهیم اونجا خب یه فیثاغورس بنویسیم دیگه پس ایگرگ دو به علاوه منهای رادیکال سه دوم به توان دو مساوی یک به توان دو خب ادامه بدیم ایگرگ دو برابر میشه ایگرگ دو به علاوه سه چهارم مثبت برابر شده با یک ایگرگ دو برومه میشه یک چهارم رادیکال میگیرم از طرف این قدر ایگرگ مساویه با رادیکال میگیرم از اون یک دوم پس ایگرگ توالت کلی بچه ها مثبت منفی یه دومه ولی با توجه به این که ایگرگ باید مثبت باشه من ایگرگ مساوی یک دوم انتخاب میکنم خب پس ایگرگ من میشه یه دوم خیلی خوب حالا که ایگرگ ما شد یه دوم میگه باقی نسبت های مسلساتی رو پیدا کن اصلا نسبت همه نسبت های مسلساتی رو بگو خوب، ما میگیم که چون دایر مسلساتیه خب میشه خیلی اینا رو سریع کرد بطور که همین اینی که اینجا به ما دادی ایکس ماه خب ایکس دیگه این کوسینوس پس کوسینوس این زاویه مثلا آلفا کجا بنویسم؟ اینجا بنویسم کوسینوس آلفا که بود منهای رادیکال صدوف سینوس آلفا چیه؟ ایگرگه ایگرگ رو در یه دو بچه این آشنا نیست وقتی که ارزم به حضور شما که برابر با منهای رادیکال سه دوم میشه کوسینوس آش 150 درجه است. حالا تو میگه آقا تو وسط به وسط وست کردی. اوکی. یعنی این خیلی مهم نیست یعنی فرض کن من یه ذره دایره ما مثلا میتونم بزرگتر کنم تا این مشکل ما برطرف بشه یه ذره دایرهمونو رو بزرگتر کنیم برای اینکه یا بذار دایرهمونو رو... نه نمیشه کارش کرد فعلا خیلی خب اوکیش میکنم همینجا درستش میکنم چون هر حرف درستی ولی قبل از حل میخوام بگم آقا اصلا این اثر نداره رو کار ما ببین قبل از حل این اصلا اثری رو کار ما بدون اینکه این, این دقت ها رو داشته باشیم سوالو داریم حل میکنیم ولی حالا زاویه درستش اینجاست رادیکال صد بدون این پیش مثلا من همون اول کار که دارم نگاه میکنم میدونم 150 آقا مهم نیست که داریم چی کارش میکنیم پاک کنم و بده خب. میشه این نقطه و این نقطه که اینو از ما سوال میخواد خب باقی نسبت ها چی؟ تانجانتش چی؟ کتانجانتش چی؟ اینم خواسته دیگه تانژانت آلفا تانژانت آلفا هم میتونی تو بگی برابر با مقابلش به مجاور فقط دقت کن مقابل به مجاوری که تو داری الان میگی ایگرگ به ایکست باید باشه ها ایگرگ به یا بیایی بگی سینوس رو تقسیم بر کسینوس میکنم سینوس رو... یا میتونی بگی من که میدونم 150 من که میدونم این برابر با منهای رادیکال سه سومه دیگه برای چی خودم اذیت کنم کوتانژانتش هم میدونم برابر با منهای رادیکال سه خاطب. میگه نه بگو این ایگرگه رو برای این ایگرگر رو یعنی یک دومه رو تقسیم میکنم به منهای رادیکال سه دوم ساده که بشه میشه منهای یک تقسیم بر رادیکال سه اون همو منهای رادیکال سه سوم دیگه منهای یک تقسیم بر رادیکال سه انوار با هم گویا کردیم منهای رادیکال 3 سومه سوال ابتدایی روتین تیپ باید بلدش باشی به راه کلاسیک و استاندارد حل کرد. آیا لازم همه سوالا رو اینجوری حل کنیم؟ من برای همین سوال روش های ساده تری هم به خدمتون عرض خواهم کرد. فعلا ما اگر این بی خیال بشه خب سال سی و یک سال سی و یک به من چی میگه؟ سوال سیک من میگه حاصل ضرب مختصات مختصات انتهای کمان روبرو رو به رو به زاویه 60 رو دایره مثلثاتی آقا مگه نمیگه دایره مثلثاتی وقتی میگه دایره مثلثی یعنی انتهای مختصاتش این نقطه است دیگه خب کمان 60 درجه فرض کن دوباره به یه پی میرسیم که ایکس و ایگرگ خب اگه بخوام راه حل سری بریم این ایکس اش کسینوس 60 درجه است این ایگرگ اش سینوس 60 درجه است خب کوسینوس 60 درجه ما میدونیم بالا بود 60 اون بالا بود کسینوسش میشد کوچیکه یک دوم سینوس 60 درجه اون بالا بود میشد رادیکال سه دو ضرب بکنیم میشه رادیکال سه 4 اینکه تمام شد شد خب حالا اگه بخوایم مثلا مثلا دقیق تر بررسیش بکنیم بگیم که آیا میشه مثلا با روش دیگه هم اینو حلش کرد یا نه ببین دایره مثلثاتی تو بیا دایره مثلث تو بیا خب میگه 60 درجه میگیم 60 درجه اینجاست خب ببین این تیکه x نختمه این تیکه y نقطه و من میدونم اینجا چقدره 60 درجه است اولین رابطه که داریم x دو به علاوه y دو بعد یک باشه خب ولی دیگه از چیز دیگه ای نمیتونیم استفاده کنیم حتما باید نسبت های مثلثاتی رو اینجا بنویسیم یعنی چی یعنی به جبری اگه بخوایم آقا سینوس 60 برابر استش با زل مقابل به وتر برابر با ایگریک بعد بگی آقا مثلا کوسینوس 60 برابر زل مجاور به وتر یک حالا مثلا اینو حفظ باشی بگی آقا سینوس 60 رادیکال 3 دوم مساوی با ایگریک کوسینوس 6 یک دوم مساوی با ایکس و همونه دیگه میبینی میشه و این دوتا رو ضرب میکنید میگه اگر سینوس تتا یعنی سوالا ببین چی جوری عوض میشن مختصات داده بود یکیش مجهول بود زاویه رو داده بود نه مختصات داده نه زاویه داده یه نسبت مسلسطی داده دیگه ما زاویه شو نمیشنسیم خب میگه که در رو به سه باشه بیاد یه مقدار راحت تر دور سآلا رو حل کنیم و اون مدلی که خودمون حل میکنیم خب آقا سینوس منهای دو سومه و در ربع سومم قرار داره دایره تو میخوای دایره رو همش ما میخوای دایره میگه ربع سه یعنی اینجا واقع شدیم ربع سه خب تو ربع سه سینوس منفی بود بله کسینوس چیه مثبت ما میدونیم کسینوس آقا مگه دایر الان ربع سه ولی نگفته در مورد دا دایره مسلساتی حرف نزده یعنی شایکه رو به من مستقیما نداده باید حتما بده این ارزم به حضور شما بازم این یه ذره کجه باید حتما حتما به ما بگه دایره مثلثاتیه برای اینکه تو از اون شوهای یک استفاده کنی بله خب حالا نداده آقا چیکار کنم یعنی من چجوری باید الان بیام نسبت های مثلثاتی پیدا کنم من الان نمیتونم بیام بگم این ایگرگ منه مستقی من مستقیما سینوس و بعد مثلا بیام بگم شاه دایره هم یکه ولی من من یه رابطه ای رو قبلا داشتم یعنی فرض کنیم مسلساتی رو نگفته اشکال نداره نگفته تو تو روب ولی در مورد دایره مسلساتیش حرف نزد اولا تو میتونی اینو دایره مسلساتی در نظر بگیری اشکالی نداره ثانیا فرض کنستم ولی میخوام این دفعه اینو بررسی کنم آقا مگه سینوس دو به علاوه کسینوس دو نبود یک بود یک بررسی کرده بودیم خب حالا سینوس ها رو بزن منهای دو صفر این به توان دو برسه میشه چهار نهم به علاوه کسینوس به توان دو تتا مساویه با یک پس در نتیجه بچه کسینوس دو تتامون برابر میشه با یک منهای چهار نهم میشه پنج رادیکال بگیریم کسینوس تتا با قدر مطلق میشه رادیکال پنج حالا کسینوس در ربع سه در ربع سه کسینوس ما چیه منفیه پس در نتیجه من میام کسینوس تتامو من منفی این مینویسم خب این به دست تو. خب حالا تانژانت میخوای میتونی سینوس تو به کسینوس تقسیم کنی. سینوس من های دو صفر کسینوس منهای رادیکال پنج صفر میتونیم تو ربع سه تانژانت مثبته پس میشه دو به میشه گویاش هم بکنی بشه دو رادیکال 5 5 ت تتا چی میشه بچه‌ها برعکس این پس ما میتونیم از یک همچین مدلی استفاده کنیم ببین قاعدتا وقتی در مورد ربع ها حرف میزنه قاعدتا خب منظور دایره مثلثاتی شما میتونی اینو دایره مثلثی بگیری اون میشه ایگرگت دقیقا همین پروسه با ایگرگ و ایکس تی میشه و ایکست به دست میاد خب ولی اگه میگه رب میتونه میتونه دایره مثلثاتی هم نباشه الزامن بگو آقا این زاویه در یه دایره ای که ما کشیدیم یعنی یه زاویه تتایی داریم و مثلا این دایره ما فرض کن شعاعش دوه و اون موقع باز ربع ها معنی پیدا میکنن خب می خ... یعنی میخوام بگم خیلی حساسیت رو این قضیه به خرج ندین که اون کلمه دایره مثلثاتی نوشته شده یا نه فرقی در فرایند حل ما نداره پس میتونیم از این بعد برای اینکه خیال این ربع رو میبینیم فرض کنیم دایره مثلثاتی بریم جلو ولی ممکنه معلمتون یا یه جای دقیقاً بخواد شما اینجوری سوال حل کنید یعنی از دایره مثلثی استفاده نکنید از اون x2 به علاوه y2 مساوی 1 مستقیما استفاده نکنید هر چند که اون رابطه بدون اینکه ما بدونیم دایره مثلثی وجود داره برقرار بود از اینم برای کسینوس منفی استفاده کردیم هی سرعت کارو بیشتر کن. میگه در دایره مثلثات مقابل گفته دایره مثلثه اندازه پارخط خط چقدر اینو میخواد از اون بچه AH کوسینوس هم داده دو صفر آقا وقتی این زاویه تتاس کوسینوس دو سومه من نگاه کن من نگاه کن. پس من میتونم بگم تصویر روی محور ایکس یا این یا این تیکه برام بچه این دیگه دو صفر این کوزینوس بوده این دو صفر الان آ خداوکیلی نمیشه او آ منهای او اچ خب او آ چیه؟ او که شعاع دایره مثلثاتی یکه دیگه پس او اچ چقدره؟ او هم که سال بمون داده دو سوم. پس آ چقدر در میاد؟ یک سوم و میگه در دایره مثلثاتی مقابل ایگرگ به ایکس منهای یک چیه مختصات نقطه این X و ایگرگ چقدر چرخیده 300 درجه چرخیده خب 300 درجه چرخیده یعنی 60 تا از این مورد خوشگل حلش کنیم آقا این زاویه عین 60 جایگاهش رو ببین جایگاهش یه لوزه بزرگه x نقطه دایره من مثلثاتی یعنی مختصات دایره ببین فرقش اینه که اگه دایره مثلثاتی نباشه میتونه ضریب داشته باشن اینها یعنی مثلا نسبت y به x ثابت میمونه مثلا کوتانژانت یا y ببخشید y به x تانژانت خب ولی میتونن جوری مثلا ذریب دو بگیرن انگار دایره بزرگ میشه نقطه میاد پایین تر برای اینکه رو دایره باشه خب ولی باز اون قاعده ها قاعده چه قاعده ای قاعده مثلا نسبت های اون برقراره دیگه خب یعنی چی یعنی من میگم آقا بالاخره این اومده تو جایگاهی وایستاده که این مقدارش که این مقدارش سینوسشه این مقدارش که الان که گفته مثلثاتی دیگه اینم کسینوسشه این کسینوسه این سینوسه چون گفته مثلثاتی اوکی وقتی میگه مثلثاتی یعنی ایکس برابر با کسینوس این زاویه 300 درجه وقتی میگه مثلثاتی یعنی ایگرگ مساویه با اون سینوسه 300 درجه اگه نگه مسلساتی دیگه ایکس و ایگرگ نیست x باید تقسیم بر شعاع اون دایره همه بشه حفظ نیستیم میدونیم که این بزرگه منفیه میدونیم که این کوچیکه مثبته پس ایگرگ تقسیم بر ایکس منهای یک میشه منهای رادیکال سه دوم تقسیم بره یه دوم منهای یک یه دوم منهای یک منهای یک دوم منفی با منفی بره مخرجها با هم برن رادیکال سه رو به دست میاریم سال بعدی سی و پنج ببین سالات روتین اتا اینا خیلی هم ساده نیستن خب ولی ما الان چیزی که بلدیم داریم سالا رو خیلی قشن هم گفته دایره مسلساتی اوکی یعنی نگاه تحلیلی داریم اولش تحلیل 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 موتوری که راه میفته دیگه وسواسو رو میذاریم کنار راحت سوال حل میکنه ببین جلو ببین چی میشه دیگه یواش یواش خب حالا مثلا اینجا دایره مثلثاتی اوکی دایره مثلثاتی پس این چیه طول نقطه است ای بابا بس. این طول نقطه است این چیه ارز نقطه است درسته؟ طول نقطه عرض نقطه خب حالا ما چی میدونیم؟ میدونیم که یک کدوم از اینا کسینوس یک کدومشون سینوسه میدونیم توان دو اینا یکه یعنی منهای چهار آم به توان دو به علاوه سه تقسیم بر آ به توان دو برابر با یک حالا تو میخوای اینو به عنوان یعنی اینو که معلفه اول X به عنوان کسینوس این زاویه در نظر بگیر اینو به عنوان سینوس اون زاویه در نظر بگیر بگو سینوس دو بله به کسینوس دو یکه میخوای بگو آقا X دو بله به دو یکه چون دایره مصرف فرقی نداره بالاخره 16 به آ دو به علاوه 9 به آ دو مساوی یک پس 25 به آدو یک پس آ دو بیست پس قدر آ پنجه عمدن اینجوری می بفهمیم مثبت منفی از کجا میاد مثبت منفی خیلی آلفا که اینه بچه پس این آلفا بوده با توجه به سآل من اینو بزا پاک کنم بکنم آلفا توان دو هم نداشته شده آلفا آلفا حال ربع دوه خودش گذاشته ربع دو وقتی گذاشته ربع دو یعنی x من منفیه یعنی y من مثبت خوب دقت x y سه a باید مثبت بشه پس a مثبت بچه ها a مثبته a مثبت باشه این مثبته این منفیه ما هم همین ما هم همینو تو ربع دو پس ببین اینکه تو ربع دو سینوس مثبته مثلا کسینوس منفیه این مهم نیست آر ببین چیه مثلا ممکن بود بذاره منهای سه به آ ارزو اون موقع آ منفی می بود میفهمی یعنی این این مهمه باید اینو یه جوری تنظیم کنی که اون اتفاق بیفته پس آ مثبت اینجا آ 5 رو میگیری سینوسو رو میخوای خیلی خب سینوس که سه آم دیگه پس سینوس آلفا سه آم ارز نقطه بود طول ارز دایره مثلثاتی سه 5. به همین خوشگلی سی و شیش. در شکل مقابل اگر مختصات پی این باشد طول آکیو رو پیدا کنید آکیو سال نیمچه گردن کلوف شد حرف داره برای گفتن سال ببین یه نگاه مینداز ببین تیپ سوالا رو ببین هر تیپی برات سوال رو بردم اونا. این دوتا رو اینو به توان دو میرسونی میشه دو شونزده اینو به توان دو میرسونی میشه چهارده شونزده جمعشون کن او جمع مختصات ها به تنهایی شد یک توان دوهاشون خب یعنی نقطه پی روی دایره مسلسته یعنی حرفی نزده بودا من فهمیدم دایره مثلثاتیه اون هیچی نگفته بود یه سال گفته بود هیچی نگفته بود گفتم اصلا مهم نیست هیچی ولی اینجا ارزم به حضور شما که ما خودمون فهمیدیم که نقطه‌مون روی دایره مثلثاتی قرار داره خیلی خوب حالا بیا حرف جدید دارم اون انیمیشنه بود گفتم یه سوال دمودش رو اینه اون سوال ببین از یه نقطه دلخواه سال گذشته خوندید تو هندسه دیگه خب خط مماس بر دایره در نقطه تماس بر شعاع دایره عمود این یک این هم یک خب دایره مسلسطی یک بچه این زاویه آلفاه قبوله این زاویه آلفا این زاویه بتا آلفاه به علاوه بتا نوده بیایید کتانژانت بتا رو حساب کنیم. کتانژانت بتا میشه مجاور یعنی پی تقسیم بر مقابل یعنی یک. خب. آقا مگر الفا و بتا جمعشون نود نیست؟ مگه نگفتیم مگه دو زاویه جمعشون نوده تانجانت یکی با کتانژانت اون یکی برابر سینوس یکی با کوسینوس اون یکی برابر اینا جابجا شدن پس تانژانت آلفا اینجا می تانژانت آلفا برابر با کوتانژانت بتا پس پس تانژانت زاویه آلفا خوب دقت کن برابر شد با کوتانژانت بتا کپی کی کیوه اوه اوه ببین خیلی باحال شد یعنی پیکییو بنده خدا تانژانت آلفاس ایول. این اون حرفی بود که میخواستم بزنم حالا من برای اینکه غیر مرتبط بسال برای اینکه آکیو رو پیدا کنم کی جرقه میزنه به چی فکر اینکه آقا این که یکه این که یکه تو اگه بیای کل اینو حساب کنی من خیلی خوشحال میشم و مشکلم حل میشه حالا 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 من برای اینکه اینو حساب کنم چه نسب بنفش می نویسم حل سالو برای اینکه بیام اینو حساب بکنم چه نسبت مسل رو آلفا که خوب نیست که رو آلفا که خوب نیست روی بتا برام بیا خب من میگم آقا این برای کوسینوس میتونه برای مثلا سینوس میتونه چیز خوبی باشه سینوس بتا میتونه چیز خوبی باشه چرا چرا مقابلش که یک مجا... وترش هم زل... مقابل به وتر بود دیگه مقابلش که یکی وترش هم قائمه رو ببین میشه اوکیو کیو اصلا این سوال نیمچه گردن کلوف نی... آره دیگه واقعا او تو فصل های قبل شد به این میگفتم گردن کلوف تا ولی خب چون چیزهای قشنگتری جلوتر براتون دارم این نیمچه گردن او حالا تو میگی که باش سینوس بتا رو چه خاکی به سرمون بریزیم زدیم ما ما این همه حرف زدیم اصلا بتا رو ولش کن آلفا رو به چسب چیه آلفا مساویه با سینوس بتا کسینوس آلفا کسینوس آلفا منو نداری مساویه با سینوس بتاست چرا چون جمعشون نبده حالا کسینوس آلفا چقدره این مگه دایره مثلثی نبود پس کسینوس بود چیش بود طولش بود طولش رادیکال دو چهار پس رادیکال دو چهارم بنده خدا ارزم به حضور شما که کسینوس این نمیست پس یک به اوکیو یک به اوکیو رادیکال دو چهارمه ببین سآل رو ببین پس اوکیو چیه؟ چهار به رادیکال دوه گویا کن گویا کن میشه این میشه دو میشه دو رادیکال دو چرا مستقیما کسینوس آلفا رو گوشی رادیکال دو چهارم چون دیدم این رو دایره مثلثاتیه پس طولش کسینوسه دیگه پس کسینوس آلفا برابر با سینوس بتا سینوس آلفا ما خب، حالا آکیو رو میخوای حساب کنی چی میشه آکیو رو کجا بنویسم الان اینجا بنویسیم ها آکیو میشه اوکیو دو رادیکال دو منهای یک برو رو ببر سوال قوی بود خب ادامه ي... مثال ها رو بهم ببینیم مثال سی و هفت ببین سه تا مقدار سینوس به من داده گفته این سه تا رو از بزرگ به کوچیک مرتب کنید میگیم که خیلی برام ما راحته الان خب چرا؟ چون میگیم که یه دایر مسلسط دایره مسلسطیه خرجش یه دایره مثلثاتیه این بره بالا خرجش یه دایره مسلسطی ببین خدا وکیلی بیا ببین هفتاد و یک چهل و یک شست و هفت اصلا من نمیدونم دقیقا میگم آقا مثلا چهل و پنج اینجاست اینجا مثلا چهل و یک شست و هفت اینجاست مثلا شست شست و هفت یه ذره بیاد بالاتر هفتاد یک آقا دیگه یه حرف های خب معلومه سینوس هفتاد و بزرگتره چرا؟ چون اینا اینجاش مقدار بیشتری رو قطع میکنه بعد اینه بعد این دیگه دیگه این سوال سوال ساده ای به حساب نمیاده ولی وقتی اینجوری ما بلدی میگیم خیلی خوب سینوس 71 بزرگتره از سینوس 67 از سینوس چلویک یه <تصفح> پله سخت درش کنیم خب اینا رو پاک کنیم چرا اینا رو پاک کنیم بذار بمونه دیگه اینا خب اینم الکی پاک شد بی یه دایره مثلثی دیگه بیا تانژانت تانژانت کوتانژانت خب خوب نیست دیگه تانژانت تانژانت کوتانژانت خوب نیست. بیا با این قاعده 90 درجه یا اینو به جای کوتانژانت 40 بکنیم تانژانت 50 جمعش 90 دیگه حالا همه تانژانت هم. میشه مقایسه کرد محور تانژانتو رو بیا این محور شد شکل یه مقداری بیاریم پایین تر اینجا مثلا که حالا زر دستان بازتر باشه میگیم چهل اینجا این چهل و پنجه وسط و چهل اینجاست خب بیست خب قاعدتا پایین تر اینجا هاست پنجاه هم اینجا هست از چهل و پنج بالاتر آقا اصلا تابلو تانجانت پنجه بیشتر از یک تانجانت چلو پنج یک ببین ما از این استفاده کنیم ببین اینو میزنه اینو میزنه نه اینو میزنه یعنی مقادیری که من باش سر و کار دارم اینان این کوچیکه تانجانت بیسته بچه ها این تانجانت چهله یه ذره یک کم داره این تانجانت پنجاه که از یک بیشتره از بزرگ به کوچیک خب بی بزرگتره از همه بعد ای بعد سی این هم سال نیمچه گردن کلفتی ولی با این روش خیلی راحت حل میشه سال سی اینجور سال هم سالات عرفیه سی میگه اگه سینوس در کوسینوس منفی باشه انتهای کمان روبرو به زاویه آلفا در کدام روبه اینا دایره مثلثی کوچولوتری میخواد ما خیلی قرار کاره حادی روش انجام بدیم ببین ضرب <تصفح> سینوس در کسینوس وقتی منفی چه نتیجه میگیریم یکیشون مثبت بوده یکیشون منفی بوده یعنی یا سینوس آلفا منفی بوده خب و همزمان خب کسینوس آلفا مثبت بوده یا سینوس آلفا مثبت بوده و همزمان کسینوس آلفا منفی بوده خب بیا سینوس کجاها منفیه این زیر کسینوس کجاها مثبت این جلو پس یکی از جاها اینجاست که سینوس منفیه کسینوس مثبته و ضرب منفی یا داره سینوس مثبت بیا بالا کوسینوس منفی بیا چپ یا در ناحیه دومیم یا در ناحیه چهارمیم در هر دو این اتفاق میفته یعنی ضرب سینوس در کسینوس منفی این بچه ها معادل با اینه که تانجانت منفی باشه تانجانت هم در هر این دو ربع منفی هست خب تا مثال 39 برای همین جلسه کافیه از جلسه آینده مثال ها رو پی میگیریم